سلام، جلسه 11 هم از آموزش هوش مصنوعی یادگیری ماشین رو شروع می‌کنیم. این جلسه جلسه آخره، اما درس ما و یادگیری ماشین و هوش مصنوعی و درس‌های دیگه به پایان نمی‌رسه و ادامه داره. تو این جلسه در ادامه درس قبلیمون که در مورد K-means بود و به صورت تئوری توضیح دادیم که چطور کار میکنه و نحوه پیاده سازی این الگوریتم چجوری هست و نحوه کارکردش چجوری هست، در این قسمت میخواییم که این الگوریتم رو پیاده سازی بکنیم، یه مثال ساده ازش انجام بدیم و ببینیم که به چه نحوی میشه از الگوریتم K-means استفاده کرد. میریم روی کد ببینیم که چی کار باید انجام بدیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ایمپورت هامون رو انجام بدیم. لایبرری که میخوایم استفاده بکنیم نامپای مثل همیشه، scalearn از scalearn preprocessing ما scale رو میخوایم، دوباره ای بابا از scalearn dataset‌اش ما load digits رو میخواییم. از scalearn کلاسترش ما k-means رو میخواییم، چیزی که میخواییم استفاده بکنیم برای مدلی که امروز میخواییم استفاده بکنیم و باهاش کار داریم. و matrix رو هم میخواییم که در واقع پارامترهایی رو اندازه گیری کنیم و میزان دقت دیتا رو بسنجیم. دیتایی که ما امروز استفاده میکنیم تصاویر اعداد انگلیسی هست که با دست نوشته شده و هر کدوم از این اعداد از هر کدوم از عددهای 1 تا 9 یا 0 تا 9 تعداد زیادی وجود داره، یعنی با دستخط‌های مختلف آدم‌های مختلف این اعداد رو یکی یکی نوشتن و هر کدوم از این اعداد جدا شده و مشخص شده که فقط خود همون عدد توی عکس باشه، توی هر تصویری که وجود داره. ولی تفاوت بزرگیش اینه که ما قبلا اگه می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم اینا باید لیبل گذاری شده بود، یعنی می‌دونستیم که کدوم‌ها 0ن کدوم‌ها 1ن کدوم‌ها 2ن و همینجوری تا آخر، و بنابراین این اولا یه وقت زیادی رو از ما می‌گیره و در بعضی از دیتاها خب خیلی کار بزرگ، خیلی کار سنگینیه به خاطر اینکه تعداد دیتاها بسیار زیاده. بنابراین ما از چیزی مثل K-means استفاده می‌کنیم که آن سوپروایزد هست و نیازی نیست که این لیبل گذاری انجام بشه. در واقع خود ماشین یا خود الگوریتم تشخیص میده که 10 تا گروه مختلف از اعداد وجود داره و ما بعدن خودمون میتونیم این تفکیک رو انجام بدیم و بگیم خب اینها صفره، این دسته دومی که پیدا کردیم مثلا 4، دسته سومی که پیدا کردیم 9 و همینجور الی آخر. ممکنه به ترتیب نباشه، اون فقط تفاوت‌ها رو تشخیص میده، یعنی مشخص میکنه که این دسته از اعداد شبیه هم هستن. بنابراین ما باید که اسکیلرن خودش این دیتاست آماده رو داره، ما از همون دیتاست اسکیلرن استفاده میکنیم تا این دیتاها رو لود بکنیم. خب کاری که انجام میدیم این که ما یه دیجیتس معرفی میکنیم، میگیم که اعدادمون رو با استفاده از این فانکشن لود دیجیتس که در خود دیتاست اسکیلرن وجود داره اعداد رو لود میکنیم. برای دیتاست های مختلف این فانکشن وجود داره. بعد از این کار، کاری که بعد انجام بدیم اینه که دیتاهامون رو اسکیل بکنیم. دیتای ورودی ما یک سری تصاویر هست که هر خونه از 0 تا 255 میزان شدت نوری که داره، تصاویر سیاه‌سفید هست و میزان شدت نوری که داره یک مقداری از بین 0 تا 255. 255 سفید هست و 0 سیاه. ما برای اینکه این دیتاها، این عددها رو برای یه رنج زیادی هستند اسکیلشون بکنیم و محاسبات براشون راحت تر بشه، میایم اسکیلشون میکنیم و رنجشون رو کوچیک‌تر میکنیم. به جای اینکه از 0 تا 255 باشن تبدیلشون میکنیم از 0 تا 10، یعنی به 10 قسمت تقسیمش میکنیم از 0 تا 9. برای این کار باید اون فانکشن اسکیل رو که قبلا ایمپورت کردیم از پری‌پروسسینگ، از اسمش هم مشخصه که برای کارهای قبل از پروسس کردن و لرن کردن پری‌پروسسینگ، ما digits.data رو پس میکنیم بهش که برامون این کار اسکیل کردن رو انجام بده.
بعد از مرحله اسکیل باید مقدار لیبل هامون رو یا دسته‌بندی هامون رو اینجا مشخص کنیم. میگیم که خروجی هامون در این وای قرار میگیره، یعنی جوابهایی که ما میدونیم درسته، چیزهایی که ما میدونیم درسته. این با لیبل گذاری کردن فرق داره. این در واقع برای تست کردنه، یعنی بعد از اینکه خروجی ها پیدا شد این دیتا ها ما میتونیم با استفاده از اینها تاییدشون کنیم و مشخص کنیم که جواب درستی آیا رسیدیم یا نه. مقدار دسته‌بندی هامون رو هم برابر 10 قرار میدیم. چرا؟ چون 10 تا در واقع ما دسته خروجی میخوایم داشته باشیم، چون 10 تا عدد داریم. چیز دیگه‌ای که نیاز داریم اینه که ما سامپلز ها و فیچرز هامون رو نیاز داریم ببینیم و بدونیم که چه در واقع فیچرهایی هر کدوم از این دیتا ها دارن و چه سامپل هایی دارن. با استفاده دستور دیتا دات شیپ این رو به ما برمیگردونه و مشخص میکنه که در هر کدوم از اینها، در هر کدوم از این شیپ هایی که وجود داره، شکل دیتامون به چه شکله. خب تو این مرحله ما دیتا هامون رو آماده کردیم و تنها کاری که انجام باید بدیم اینه که کلاسیفایرمون رو بسازیم، مدلمون رو ترین بکنیم و بعد از اون استیمیت بکنیم و پردیکت بکنیم که آیا دیتا های خروجی که در آوردیم درست هست یا نه و میزان دقت این مدلمون به چه اندازه هست. برای این کار نیازه که ما یک کلاسیفایر بسازیم و این کلاسیفایر باید از نوع K-means باشه و همینطور پارامترهایی رو بهش باید پس بکنیم. خب میتونیم با رفتن به سایت scikit-learn و تو بخش K-means در بخش کلاستر ببینیم که پارامترهای ورودی این فانکشنمون یا این کلاس K-means چی هستش. اولین چیزی که باید پس بکنیم تعداد کلاسترهامون هست و تعداد دستبندی ها، بخش بندی هایی که در نهایت میخواد انجام بشه. دیفالتش در 8 هست ولی ما در این مثال به نیاز به 10 تا داریم، بنابراین مقدار 10 بهش رد میکنیم، پس میکنیم. متد بعدی یا مشخصه بعدی، پارامتر بعدی initialization هست که باید یکی از انواع k-means++ random یا یک ND array باشه که در واقع بهش پس بکنیم. در مورد این من توضیح بدم که این چه چیزی هست. ما توی درس قبلی توضیح دادیم که چجوری دفعه اول یک سری از این centroid ها رو در جاهای مختلف از دیتا ها انجام قرار میده که بعد بر مبنای اون بیاد اپتیمایز بکنه و پیدا بکنه که سنتروید بهینه کجا هست یا مرکز ثقل بهینه یه دیتا هامون کجا هست برای هر دستبندی یا هر کلاسترمون. ما در روش در مثال قبلی به صورت رندوم این کار رو کردیم. توی این پارامترها هم اینجا میتونید نوع رندوم رو انتخاب بکنید به عنوان یکی از پارامترها، ولی خود اسکیلر یک مدل نوع دیگر رو هم توصیه کرده که همین K-means++ هست که یک مقدار بهینه‌تر و برای سرعت بیشتر میتونین از اون استفاده بکنین. انتخاب اون دسته‌بندی‌ها رو یک مقدار هوشمندانه‌تر انجام میده که میزان زمانی که برای ترین کردن استفاده میشه و رسیدن به اون نقطه اپتیموم و نقطه بهینه زمان کمتری طول بکشه. در این حال میتونین خودتون هم دیتاهای خودتون رو پس بکنین بهش و اون در واقع پارامتر سوم و اون رندوم همون دیتاهای خودتون هست. پارامتر بعدی ان اینیت هست که مشخص میکنه چند بار باید الگوریتم رام بشه برای سنتروید های مختلف. دیفالتش 10 هست، یعنی 10 بار این کار رو انجام میده تا مطمئن بشه که مرکز ثقل درستی رو پیدا کرده یا این کلاسترهایی که پیدا کرده درست هست. میتونید تعدادش رو کم و زیاد بکنیم و ببینیم که خروجیتون چه تغییری میکنن. پس ما اینجا از همین پارامتر رو استفاده میکنیم. اول از همه ان کلاسترمون رو پس میکنیم که مقدار کامون که همون 10 تا هست. بعدی init هست که نوع initializationیه که استفاده میکنه. ما دفعه اول از random استفاده میکنیم، بعد میتونیم که مثلا k-means رو هم استفاده کنیم ببینیم آیا زمان سریعتری طول میکشه یا دیتای بهتری به ما میده. بعدی هم init که تعداد ران شدن یا اجرا شدن این الگوریتم رو به ما از ما میخواد. بعد از این ما باید این کلاسیفایرمون رو فیتش بکنیم، یعنی بگیم با استفاده از
دیتایی که قبلا اینجا ساختیم این کلاسیفایر رو فیت بکن برای ما. تا اینجا برنامه رو اجرا میکنیم ببینیم که چه شاید به ارور میخوره که نه. پس همه چی درسته ولی خب چیزی رو چاپ نمیکنه و ما دیتامون رو کلاسیفایرمون آماده است، ترین هم شده ولی خروجی نداریم. برای اینکه خروجیشو ببینیم اینجا یک فانکشنی رو من از سایت خود اسکیل لرن گرفتم که میتونیم اینجا قرار بدیم بنچ کی مینز و به جای اینکه اینجا در واقع این فیت کردن رو انجام بدیم این فانکشن رو کال بکنیم و بگیم که کلاسیفایر رو میخواد، نیم میخواد و دیتا ها. این هم بذاریمش این بالا. خب این هم اجراش میکنیم. خروجی که به ما میده یه پیغام ارور میده که خیلی مهم نیستش، ولی خروجی که به ما میده در واقع پارامترهای مختلف هست در مورد اون کلاسیفایری که ترین شده اینجا که میزان در واقع دقت هر کدوم از این اسکورهای مختلف این مدلی که ترین شده چه مقداری هست. به غیر از این ما میتونیم به سایت خود اسکیل لرن هم مراجعه کنیم. اینجا برای ما یک مثالی رو در سایت خودش گذاشته که ما با استفاده از این مثال، در واقع همین سمپلی هست که ما اجرا کردیم و نوشتیم تا الان با هم دیگه، با یک مقدار تغییرات کوچیک که دیجیتال رو جدا کرده اینجا از هم و همون کارهایی که ما کردیم کرده، یک مقدار مثلا اینجا به جای اینکه دستی مشخص کنه که تعداد رو مشخص کردیم که 10 تاست، ولی اینجا از روی مقدار خود دیجیتایی که یا دیتاهایی که در این دیتاست وجود داره استفاده کرده، یه مقدار کد بهتر رو منظم‌تری نوشته. علاوه بر این، غیر از این، این تیک کد رو از همینجا برداشته بودم، علاوه بر این میاد این دیتا ها رو برای ما رسم هم میکنه که بتونیم یک دید بهتری نسبت به دیتا داشته باشیم. چون کدش طولانی هست و خیلی هم مرتبط با درس ما نیستش و بیشتر استفاده از پای پلات هست و نحوه رسم کردن، دیگه من توضیحش نمیدم ولی خودتون میتونیم برین بهش مراجعه کنین و ببینیش. وقتی که اجراش بکنید دیتا های مختلف رو چاپ میکنه برای K-means، برای random، در واقع با initialization های مختلفه، یعنی با K-means++ مشخص میکنه که دیتامون چقدر هست، زمانش مثلا 26 صدم ثانیه بوده، random 23 صدم ثانیه بوده و PCA based که یه مدل دیگه هست در این مثلا 4 صدم ثانیه بوده که خیلی میزانه خوبی هست. این هم در واقع از اون مثال اندی اری هست که خودتون میتونید انواع مختلف رو به عنوان اینیشیالیزیشن به الگوریتم کی مینز معرفی بکنیم و بدیم پی سی ای یا چیزهای دیگه. در مورد شکلی که میسازه، در واقع دیتا هامون به این شکل تقسیم بندی شده، یعنی کلاسترهای مختلفی رو تشخیص داده. ما نمیدونیم هر کدوم از این دیتا ها مقدارشون چی هست و چه عددی رو نمایندگی میکنن، ولی مشخصا این دسته از اعداد یا این دسته از شکل‌ها شبیه به هم بودن و بعد این دسته و بعد دسته‌های رنگ‌های مختلف تقسیم بندی رو برای ما به این شکل انجام داده. امیدوارم از این دوره استفاده لازم رو برده باشید و مطالبی که دوست داشتید یاد بگیرید رو من تونسته باشم به نحو خوبی توضیح بدم. دوره هوش مصنوعی ادامه پیدا میکنه، منتها این قسمت یا اپیزود که نمیشه گفت، این سری یا سیزن ماشین لرنینگ همینجا یا یادگیری ماشینی همینجا به پایان میرسه، یا در این اپیزود همینجا که من میخوام حرف بزنم، ولی سعی میکنم دوره بعدی رو که احتمال زیاد نورال نتورک یا شبکه های عصبی که نیاز هست برای مطالبی مثل دیپ لرنینگ و رینفورسمنت لرنینگ
نیاز از اول شبکه‌های عصبی نرو نتورک رو راجبش خوب بدونیم. سعی میکنم اون رو اول شروع بکنم و بعد به مطالب پیچیده تر رو تخصصی تر بریم در زمینه هوش مصنوعی. حتما به هم بگین که حالا تا زمانی که دوره جدید درست نکردم و حتی زمانی که درست کردم هم میتونین به هم بگید به چه موضوعاتی بیشتر علاقه دارید. میتونم در زمینه وی آر هم کورسایی رو داشته باشم یا درسایی رو داشته باشم، ولی ترجیح خودم اینه که تو زمینه هوش مصنوعی فعلا یکم پیش بریم، بعد سویچ کنیم روی زمینه های دیگه. ولی توی هر زمینه دیگه برنامه‌نویسی، من در زمینه بک اند هم برنامه‌نویسی میکنم گاهی و همینطور فرانت اند، ریاکت، برنامه‌نویسی موبایل و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین خوشحال میشم که حتما به هم بگید به چه چیزی بیشتر علاقه داری تا در همون زمینه با هم دیگه صحبت بکنیم. ممنونم که این دوره رو دنبال کردید. حتما به دوستانتون معرفی بکنید این دوره و دوره قبلی که پرازیر تصویر بود رو حتما ببینن اگه علاقه دارن. حمایت شما و سابسکرایب کردنتون بهترین امید و انگیزه است و اینکه باعث رشد کانال میشه.